سپاس حضور هنرمندانه نقش‌آفرینی در هر سه عرصه تئاتر، تلویزیون، سینما و خلق شمایلی ماندگار و اصیل از زن ایرانی تندیس حافظ یک اون فعالیت هنری تقدیم می شود به عشق زندگی من گلا بانی. سلام خدمت همگی. هر چقدر تمرین کردم از روزی که گفتن که قراره که اتفاق برای من بیفته، روزی هزار بار به خودم گفتم بغض نکنی، بغض‌آلود صحبت نکنی، ولی خب وقتی آدم کارهایی رو که در گذشته فیلم‌ها، تئاترها، این کارهایی که آدم کرده می‌بینه، به هر حال نمیشه دیگه، احساساتی میشه، به خصوص که زیر پرچم مرد بزرگی مثل علی معلم باشم. همیشه در این مراسم، حالا جایزه باشه، بزرگداشت باشه، هرچی، در تمام دنیا همه میان و تشکر میکنن و آدم هر بار میگه باید چقدر همه تشکر میکنن، ولی واقعیتش اینه که فکر میکنم علت این تشکرها اینه که چنین تریبونهایی بهترین جا هست برای اینکه آدم سپاس خودش رو نسبت به کسانی که باعث شدن آدم در اون جایگاه قرار بگیره به صدای بلند اعلام بکنه. و منم اینجا چیزی نمیتونم بگم جز اینکه تشکر کنم از تمام کسانی که باعث شدن من الان در اینجا باشم، اگرچه که من واقعا، یعنی بدون شکست نفسی، واقعا خودم رو یک هنرآموز میدونم هنوز در رشته و کار خودم. از استادان خودم مهدی هاشمی نازنی، هرگز نمیتونم فراموش کنم که چقدر ازشون یاد گرفتم و از رخشانیون بنی اعتماد، خانم بنی اعتماد نازنین خیلی تشکر میکنم، چون اگر ایشون نبودن و اصرار نمیکردن من زرد قناری و روسری آبی رو بازی کنم، من 100% الان اینجا نبودم. و تماشاچیان عزیزی که در تمام این سال ما رو تشویق کردن برای اینکه ما بدون بینندگان که اصلا هیچی، فقط باید بریم جلوی آینه وایسیم برای خودمون بازی کنیم. من واقعا سپاسگزارم و تمام دستاوردکاران، روزنامه‌نگاران، منتقدان و تمام کسانی که باعث شدن که من رو لایق جشن حافظ، من رو لایق این بدونی که اینجا هستم. حق شناس هم دیگه باشید. سلامت باشید در جریان.